چرخ صنعت و دانش اینجا با هم میچرخد تا محصولی دانش بنیان در صنعت نفت تولید شود. محصولی کوچک اما پیچیده که حالا ایران جز محدود کشورهای تولید کننده آن است. این کاتالیست الان 3 نفر تو دنیا میسازن. جانسون متی میسازه، کلرینت میسازه، یوپی میسازه. ما چهارم میشیم. اینجا مشکلات مرسوم تولید وجود ندارد. فناوری بومی، مواد اولیه داخلی، نیروی متخصص و البته توجه به کیفیت باعث شده چرخ تولید اینجا بچرخد. رو کیفیت کار کردیم، اینکه روی خواسته های مشتری کار کردیم، اینکه نوآور بودیم. این ستا رو هر تولید کننده ای داشته باشه، من شرافتم و قسم میخورم که هیچ موقع زمین نمیشه. این خودکفایی به جای رسیده که حالا توان تولید محصولات جدید نیز وجود دارد. چند تا محصول جدید رو به کشور عرضه کنیم که انشالله بتونیم کشورمون رو تو این زمینه بی‌نیاز کنیم. اما اینجا تولید با مشکل دیگری روبرو است. شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه و واسطه‌ای برای سرپا ماندن نیازمند مشتریانی برای محصولاتشان در زنجیره تولیدن. انتظار داریم با دادن قرارداد صنعتی به تولید کننده به جای واردات کاتالیست بتونن نقش خودشونو تو رفع موانع تولید و داخلی سازی ایفا بکنن. مشتریانی که اگرچه نیازمند این محصولاتند اما در عمل کمتر حاضرند ریسک و خطر مصرف تولیدات داخلی را بپذیرند. وقتی که دولتی اجازه را میدهد که تولیدی که در داخل تولید میشود مجوز ورود برای صادر میکنن، در مناقصات نفتی پالایشگاهی از شرکت‌های دلال همچنان دارن استفاده میکنن. اگرچه گاهی اوقات سد تحریم‌ها مصرف تولیدات داخلی را ناگزیر میسازد، اما با رفع تحریم باز هم اولویت با چشم آبی هاست. الان که موقع تحریم هست، بله از ما الان خرید میکنن، قطعات ما را قبول دارن، الان میگن بسیار عالیه، ولی موقعی که تحریم تمام میشه دوباره برمیگردن به جنس‌های خارجی. و این در حالی است که محصولات دانش بنیان علاوه بر رونق تولید، خودکفایی را برای کشور به ارمغان می آورند. دستاوردی که البته به سادگی ها حاصل نمی شود. کارگران ما خون دل خوردن تا تونستن این تکنولوژی را عرضه بکنن و در 10 سال گذشته تحریم را ما تونستیم صنعت نفت نجات بدیم، نه زیمنس و دیگری. همه ای موانع تولید در کارخانه ها نیستند. برخی از این موانع را باید خارج از واحدهای تولیدی جستجو کرد. یکی از این موانع مصرف نکردن کالاهای داخلی است. آن هم کالاهایی که به عنوان مواد اولیه یا واسطه‌ای در تولید محصولات دیگر استفاده می‌شوند. محصولاتی که اگر در زنجیره تولید از آنها حمایت نشود، رونق تولید تکمیل نمی‌شود. پس برای رفع این موانع باید خریداران و مصرف کنندگان تولیدات ایرانی رو به خرید و مصرف این محصولات تشویق کرد.